من که بچه نبودم، مادر بزرگم، این که میگم مادر بزرگم باز تو ذهن تو پدر بزرگم نشه ها، مادر بزرگم یعنی مادر بزرگم. نباش. مادر بزرگم برام لیلی لیلی حوزک بازی نمیکرد. ای ما بازی نکنیم، بازی بکنیم؟ بازی نکنیم؟ بازی خب باشه نکنیم. بازی نکنیم. دستتو بده من. لیلی لیلی حوزک لق لقکم میاد. یعنی قلقلکت میاد؟ نه. از اول، از آخر. لیلی لیلی حوزک، گنجشکه اومد آب بخوره، افتاد نیفتاد تو حوزک؟ نیفتاد تو حوزک. این یکی نجست و نگرفته. نگرفتش. این یکی نپخت و نبرشتش. نبرشتی. این یکی ننشست و نخوردش. نخوردی. این یکی نگفت من من کله گنده. توی کله کوچیک. توی کله کوچیک. توی کله کوچیک. بی نمکی از خودتون. از هر خوشم نمیاد. من از خوشم نمیاد. آدم دوست داره اصلا باید حرف نزنی. حرف نزن. آه. سری حرف بزنی. بیه من مچ نندازیم. مچ نندازیم. مچ نندازیم. مچ نندازیم. خب. واسه من قشنگ دست. زورم کمه. واسه من قشنگ دستم رو میزون نکنم. منم زورم کمه. حالا نمیبینی. یک. واسه. نه. داری تقلب نمی کنی یا ببین. ببین آرنج تو کجا گذاشتی؟ ببین. نباش آه آفرین. خب نمیشمرم. شروع نکنی؟ شروع نکنی. یک دو هم. یک داری مردونگی میکنی. مردونگی نکن. مردونگی نکن. دستمو نمیذاری. مردونگی میکنی. باختم. من بردم. شالیم در خدمتتون هستیم. های بهتاب خاله یه مزاحم بده، یه مهمان خوبه. خوشش اومده. میگی ماچم نکنه؟ چی؟ ماچم نکنه. میگه منو ماچم. آره دوست داره. خیلی خوب نگاه نکن. ماچ نیا. هی خیلی خوبه. دوست داره قلط میزنه. وقتایی که خوشحال قلط میزنه. خوبین؟ قربان شما آقا چقدر خوش میگذره اینجا. اصلا نشد بابا شما حرف بزنید. آره نشد. من داشتم بازی میکردم. بچه های توی خونه آدم بزرگ ها دوست دارن بدونن که آقای حامد بهدار بچگیش چجور بوده. وقتی الان این کارا رو میکنه آتش میسوزونه. بچه معمولی. بچه معمولی؟ همینه دیگه. همینجوریه؟ آره درسته. عادیش و درستش همینه. خب جگره. بله جگر، ما داریم صحبت میکنیم. مزاحمه؟ بله بله. مزاحمه؟ نه مزاحم نیست. داریم صحبت میکنیم عمو. من یه حرفی هاشم میخوام بزن برم به عمو؟ آره. آفرین. ببینید این بچه خوبیه. میاد سوال میکنه، میخواد یه حرف خوب بزن. جناب بفرمه. شما بچه بودی؟ خب؟ همه عیدی میگرفتن، خودت عیدی نمیگرفتی، حسه چی بوده؟ بگو. دارم میگم دیگه. اگه به بقیه عیدی میدادن، به من عیدی نمیدادن، خیلی غصه میخوردم یا ناراحت میشدم. پس ناراحت میشدی؟ پس ناراحت میشدی؟ بله ناراحت میشدم. ناراحت میشن، ولی خب نباید خیلی توقع داشته باشی. ممکنه که یه بزرگتری مثلا نداشته باشه عیدی بده بچه یه نفر یا دو نفر بده. خب اگه اون بزرگتره عیدی داده باشه. خب یعنی داشته. خب ولی خب مثلا یکی به یکی نداده باشه. اون کسی که نداده و اون کسی نیبه ناراحت باید بگی یا نباید بگی؟ همه عیدی دادی بهشون ندادی. آره من حواسم نبود. آره ناراحت شدی. آره بله من عیدی اتفاقا من اگه یادتون باشه گفتم جیگر کجاست. دنبالش هم میگشتم. بعد الان یادم رفت. جیگر خیلی خوب قهر نکن. من برای تو عیدی کنار گذاشتم. ببین اتفاق خوبم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. بیا اینا رو بریم. پیش دستی بیاریم. چه پیش دستی نیاوردی؟ ببین 5000 تومانی دارم، 2000 تومانی دارم، 1000 تومانی دارم، 10000 تومانی دارم. میخوام پشتشم برات یادگاری بنویسم. الان این چند تومانیه؟
این 10,000 تومانی از همه گرونتره. می‌نویسم سال 94 بر جیگر مبارک باد. این 10,000 تومانی از همه بیشتره؟ این بیشتره. بعدش از این رنگ دیگه‌اش نداری؟ این زرده کمتره. بعدش این 2,000 تومانی آبیه. 2,000 تومان باز کمتر از این، از همه کمتر و همه خوشنگتره. 1,000 تومانی هست. نه نه من از اون نگو، اون 10,000 تومانی از این سبزه. خب ازش یه رنگی نداری که مثلا صبح پانیشی خورشیدو میبینی باشه؟ گوش بده دقت کن، من این 10,000 تومانی رو دادم به فامیل دور، اونایی که خود سنشون از تو بیشتر. مهم نیست چیو بگی دادی، اصلا واسه من مهم نیست. گوش بده دیگه، اینقدر بحث نکن. ببین هر تومانی رو دادم به دختر همسایه سنگ سنش کمتر بود، به تو یه دونه 2,000 تومانی آبی دوست داری؟ رنگ آبی دوست داری؟ نه من بنفش. آقا شما خودکار دارین؟ من براش بنویسم یادگاری بمونه براش؟ مگه شما روی پول چیز می‌نویسین؟ می‌نویسم، من پدر بزرگم برام مینوش، مینوش که حامد آره جان آره آره عیدت مبارک پدر بزرگت. آره خوب بوده، خوب بوده. میگن نباید نوشت. آخه من نگه بهتره. این بنفششو نداری؟ من نگه چی شد؟ بنفش. نه دیگه همینه دیگه، مثلا یه دوری قرمز پر رنگ. نه دیگه پول همینه، همینا هستش تو بازار رایجه. 1,000، 2,000، 5,000، 10,000. نارنجی تیرجی نداری؟ نه نارنجی اینه، ببین کدوم به کدوم میخوره. آره آره. به این زرده دوست داری؟ آره دونه. این نارنجی 10 تومانی این بیشتره نداری؟ نه دیگه نه، این نه. چه نداری؟ این خوشگل یه نارنجی. جیگر اینا پول اسکناس چاپ میشه تو یه جایی. میفهمم. خب ما میام اینا نارنجی برنگشو دوست دارم، من دوست دارم. خب نداره دیگه، اون اونی که تو میگی رو نداره. عید شما مبارک. عید شما مبارک باشه. نمیخوام دیگه الان در وردی بهم نشون بدی که میخوام بهم بده برام مبارک. وقتی بزرگتر میده دیگه شما باید قبول بکنی. نه نمیخوام من خودش بازه، من پیش خودش بمونه بذار جیبش. خب بگو چرا نمیخوای. نمیخوام، یعنی من اینا دوست ندارم، من نارنجی میخوام. این نارنجیه. خب پول نارنجی درست نکردن چیکار بکنن؟ من نمیخوام. خیلی خب نخوا. اصلا شما مگه دست بقیه که عیدی دادم پول نارنجی دیدی که الان نارنجی میخوای؟ همش سبز بود. آها. یا آبی بود دیگه. من اومدم اینجا گفتم شاید داشته باشی. خب اصلا همش مال تو بگه بس من نهبش میدم. بعضی از بچه ها خیلی حساسن. بله. خب داشتیم راجع به بچگی صحبت میکردیم. آره یک کودکی نرمال. بله. که توش حوادثی مثل دویدن، شادی، سرشکستن، بالاخره همه ابعاد کودکی و جوانی، نوجوانی، اینا همه توش بوده. آخه بعضی از بزرگترها توقع دارن بچه ها آقا پسرخاله. اینقدر من میگفتم پسرخاله کجاست، پسرخاله کجاست. عیدت مبارک باشه. قربانت. 100 سال به این سالا مشتاق دیدار. آقای حامد بهداد دست درد نکنه، بچه ها رو شاد کردی. خواهش میکنم. دیدم باشون بازی میکردی، میدایید دونجیشون. شما تشریف نداشتین؟ نبودین؟ من بودم، مشغول کار بودم، گرفتار بودم. کار میکنه؟ بله، اون ور داشتم زمین آشپزخونه رو میشستم. شما حمله کردین، هی اومدین جا پاتون مون، رفتین بیرون، ما دوباره پاک کردیم، دوباره اومدین حمله کردین. خیلی مهربون. بله، سرخاله است. آقای حامد جونم، تو این که دیدم داری بازی میکنی تعجب کردم. چرا؟ چون تو فیلم ها یا بد اخلاقی یا داد میزنی یا قصه داری. نه خب بستگی داره، دوست داشتم الان ببینی با بچه ها داشتیم بازی میکردیم، اینقدر گفتیم، خندیدیم، اینقدر خوش گذشت. من فکر میکردم خودت بد اخلاقی. تو که اینقدر خوش اخلاقی، خب چرا تو فیلم ها درسته قصه داری، مکافات، ولی یه خورده بخند. خب اینا بستگی به قصه داره، بستگی به فیلم داره. گاهی اوقات ما یه نقشی بهمون میدن که بازی کنیم، اون نقشا غمگینه. بله. باید غمگین باشیم. گاهی اوقات میگن گریه کن، گریه میکنیم. گاهی اوقات میگن بخند. خب تو اون فیلمایی که من خندیدم، شاد بودم، شاید شما ندیدید. شاید ندیدم. خب میگم کسی حواسش نیست، خودت بخند. یعنی الان یا اون موقع؟ نه اون موقع تو فیلما. نمیشه. کارگردان داره. خب کارگردان تا اومد چایی بخوره
شما اونو که میزدی دوتا ماچش میکرد. یعنی بین دوتا پلان منظورشه آقای مجدی؟ نه، سر فیلم روبروی دوربین وقتی روشن قشنگ دارن بازیگری میکنن. آره مثلا گفته داره میخنده حالا گریه کن. آره حامد جان این مشکل خیلی من باش مشکل دارم. این پرتقال من فرد مرسی. این مشکلی که پسر خاله داره اینه که میگه توی فیلم ها یه سری بدن یه سری خوبن. میگه ما بد نداریم، خوبم نداریم. نداریم. میگه اینجوری که ما نیست تو زندگیمون. ممکنه که هم خوب باشیم، بله، هم کار بد انجام بدیم. من در حضور شما یه قولی به پسر خاله میدم. میتونم از این به بعد تصمیم بگیرم یه فیلمایی رو در سال بذارم کنار که باعث شادی و خنده و آره شادی روحیه و مهربونی و اینا باشه. خوبه؟ آقای حامد مثلا کتککاری که داری میکنی بزنی میخوری میزنی آه. اون آقاه که نوشته روشو کردون ور دوتا ماچش کن یه چشمک به ما بزن بفهمیم علکیه. همین کارم میکنیم. یعنی بعدش که فیلم تموم میشه آره بعدش میبوسیم. بعدشو که ما نمیبینیم که ما همو داریم. اصلا اونا فیلمه ها. خب ما فیلمو نگاه میکنیم. چه میدونیم بعدش شما چیکار. فیلم جدی نیست. ببین مثلنه. خب. نه این یکی پسر خاله میگه چون خیلی به منم گفته خیلی درد دل میکنه. میگه که مثلا یه آدمی خیلی گرفتاره، مثلا شما نقش یا من یه نقش آدمی گرفتار رو بازی میکنیم، خیلی مشکل داریم. میگه این گاهی وقتا چیزای شادم ممکنه داشته باشه. بله درسته. باشه. بله. خیلی حرفش درسته. یه نفر بدبخت باشه، بدبخت باشه، بدبخت باشه. آدم پاشم که بشکنه بالاخره یه لبخند میزنه. بله، بله. هر گلی یه خاری داره. بله. هر گلی یه خاری داره. هر گلی یه خاری بله داره. بله آدم خوبام یه بدی داره. آره میگه هر گلی یه بوی داره. بله. میگه هر گلی یه خاری بله. داره. قشنگه. خیلی قشنگه. سنگه. خوب گفتم. بله بله چشم. شما قسمت چشم. بعد رو ببینید چشم. در خدمتون هستیم با آقای حامد بهدار. بیا بیا چیه؟ بیا ببین. بله. ببین جیل لباس نیه ببین. خب. این نارنجی میگم اینه. اینو نداری؟ این رنگی نداری؟ دادم بهش دیگه. خودت جوابه شما دیگه نمیدونم چیکار بکنم. داده اصلا نه میگم این رنگی نداری؟ این رنگی نداری؟ بی بی جوابشو نده. بی بی جوابشو نده. اوه بی بی این صحبت کنه نمیگم ندارم. نمیگم این رنگی داره نداره میگه. تو چی میگی؟ صحبت نکن دهنتو باز کن. من باز کنم چه درم باز کنم چه چیکار بازو رو ببین قصه تعریف بکنیم و هر از اینا باید بخوابن. نه 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 قصه خاطرتون جمع باشه، اصلا نگران نباشین، قصه با من. خیلی بله. آقای حامد بهداد هستم، میخوام قصه تعریف کنم برای بچه ها، امیدوارم موفق بشن. من برم. نه دیگه شب شما بخیر. خیال راحت باشه. خیال شما راحت. بچه‌ها. همین همین برام دیگه. بله. همین اصطفا هستین دیگه. بله بله همجا هستم. بچه‌ها سرتون رو بذارید قشنگ گوش بدیم ببینیم چه قصه. سرم راحت شما برو بخواب خام میخوام. سرتون رو بذارید قشنگ. آماده برای خواب. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. بای بای. لازم. لازم. چرا نمیره؟ حامد یکی بود یکی نبود و نگو. چرا؟ نگو دیگه. حالا از بقیهش بگو. قصه که برو عزیزم برو. شب فنا. آقای میتونی رفت بیایی یک ذره جلف بازی در بیاریم بعد قصه بگو. الو امامه شما قصه میخواه برای ما بدی؟ قصه بگم دیگه. آره میگی قصه 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 آی قصه 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 برا خب گه باز تمام شد. چرا با من نمیگین؟ خب گوش بدید. یکی بود یکی نبود. اما حامد من آقای مرزی نگفت نگو یکی بود یکی نبود. باست چرا اینو گفت که من نبود؟ یعنی پسرم از آجام بود من نبودن. غیر از خدا هیچ کس نبود. بچه بگم؟ نه. خیلی خب. یه پیرمرد که یه دختر کوچولو داشت. کوچولو مچولو. کوچولو. شما. بعد من بوده؟ از شما بزرگتر. یه پیرمرد بود قایق کهنه داشت که از این ور رودخونه آدم ها رو میبرد اون ور رودخونه. بچه هم میبرد؟
نه دیگه اون پیرمرده. اما حامد تو قصت حیوان میوون هم هست؟ گوش بده. آره. آه این خوبه، پس بگو. قصه که حیوان نداشته باشه. این پیرمرد قایقش قدیمی بود. اوه نه. یواش یواش مشتریاشو از دست داد. اوه نه. اون قایق قشنگا که نقاشی کرده بودن بغل قایقشون و قایق روناش، اونا مسافرا بیشتر میرفتن تو اون سوار. اینا نبود اصلا، ماجرا این نبود. میدونی چی بود؟ این دختر بچه شیطنی میکرد تو قایق، همه سرشون میرم گفتن بریم سوارمون یکی قایق سوار. دختر قایق رونه؟ نه خیلی دختر قایق مثل عجب بود، خیلی هم ماه بود. شما گوش بده، شما این قصه رو تا حالا نشنیدی. نشنید. علکی هم برای من حدس نزن. بگو عزیزم، بگو. میگرم میگه. بعد قایق رون دیگه یواش یواش پول در نمی آورد، غذا نمیتونست بخره ببره خونشون، دخترش بخوره، خانومش بخوره، خودش بخوره. قصه خورد، قصه خورد و رفت یه روز شرمنده خجالت زده خونشون. بعد دخترش نازش کرد که چی شده بابا، چرا قصه میخوری؟ پیرمرد بهش گفت آره دو سه تا قایق اومدن. آخرش خیلی باحاله، گوش بدین. چی شده؟ چه خبره؟ قصه رو من نمیدونم تحت تاثیر واقع شده. قصه یه جاش قد قمگی بود. خیلی خوب، خیلی بخواب. نه، خواهش بکنم ازتون، اصلا نگران باشید. ببینم شما به من اعتماد دارین؟ بله بله، به اینا اعتماد ندارم. آما به ما اعتماد نداری؟ چرا بابا؟ نه به شما نه، به شما. منظورت من بود که خوافیدن؟ به اون پیشیه تو بخوابیم، بخوابیم تو. امو حامد بقیهش رو بگم. امو حامد رفت دوباره، بیا یه ذره، فقط جلف بازی در بیاری. بعد بعد این قایق بعد نمیشه اومد کنار ساحل، کنار رودخونه. ساحل توی آب بازی میکرد. آب دیگه نه مسافری سوارش میشد نه هیچ کس. یه روز همسر پیرمرده، یعنی مامان دختر کوچولو، یه سینی غذا درست کرد. اگه گفتین چه غذایی درست کرد؟ دیزی آب گوشت. آب گوشت درست کرد، نون تیلید کرد تو سینی، دیزیارم گذاشت، آب گوشتارو چید، داد به دختر کوچولوش، گفت برو این غذاها رو بفروش، از پولش برای ما بیار. سندین نبو آره. سینی سینی گذاشت رو سرش دختره. اینطوری دختر کوچولو رفت به ده، رفت تو روستا. چون این سنگین بود، دیزی ریخت، نونا ریخت، غذا ریخت، دختره نشست های های گریه 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 همینجوری. اما چی شده؟ اینا خیلی طبعشون لطیفه، روح خیلی لطیفی دارن، اصلا نگران نباشید. آخرای قصه است. میخوای شما خودتونم اینجا باشین؟ نه نه من باشین دیگه. نه میای میری آخه آقای مجید. خیلی خوب باش، منم اینجا میشم. بفهم اینجا میری خورسی گرم. بفرمایید. آقای بیجای من، بیجای من بفرمایید. آقای مجید اجازه. بله بله. من تحت تاثیرم. آفرین. خلاصه بعد دختر گریه میکنه، به یه درخت تکیه داده، روشو برمیگرده، رو میبینه دور نونا و آبگوشتا و دیزیا یه عالمه پرنده. پرنده ها نون میخوردن، نخودا رو میخوردن، لوبیا میخوردن، تو چیک 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 خجالت میکنه. خوشحال میشه؟ گوش بده. خوشحالم میشه. گوش بده. یک لقمهش نرسید. گوش بده. خیلی خوب گوش بده. اما داره حرف میزنه. گوش میدی. بعدش سینی و ظرفای شکسته رو ور میداره، شرمنده و خجالت زده میره خونشون. مامانش میگه چی شد؟ چی شد؟ چی کار کردی؟ قصه رو تعریف میکنه. چی شده؟ چی شده؟ من بودم. آقای محیدون بگو امو. خلاص باباه که پیرمرد بود، خسته بود، قایق قدیمی داشت، باز فردا میگه حالا چی کار کنیم؟ من میرم لب رودخونه
شاید مسافر اومد. نه. شاید یک نفر رو پیدا کردم به من پول داد. بعد گفت خب شاید هم کسی نیومد. بعد به دختر کوچولوش گفت کوچولوم بیا تو با من بریم سوار قایق شیم. به همسرش هم گفت مادر دختر کوچیکه شوهری ستایی با هم بریم. رفتم. آره آن دیگه جا نبود مسافر سوار کنه. خودشون ستا توی رودخونه پارو زدن و آواز خوندن. دیگه منتظر بابا دیزی ریخته پارو زدن آواز خوندن. بله دیگه اصلا به این فکرا نبود، میخواستن خوشحال باشن. گفتن خیلی خوب دیزی ریخ، نون ریخ، مشتری نیست، خودمون که هستیم. پدر و مادر و دختر کوچولو تو قایق آواز خونده لا 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 آواز خوندن، آواز خوندن. یهو بچه ها اینجا رو گوش بدید، اینجا رو گوش بدید. پس من یه بقیه شو نمیگم، من میرم یه خوابم. امو ببین خوابید امو، ناراحتش کردی. بیدار شد. خب بزنیم قصه رو. امو آمد بیا تعریف کن. بگم که همه با هم بخوابیم دیگه. بله خلاصه همینطور که با هم آواز میخوندن یهو دیدن این پرنده ها همه روی منقار و نوکشون نفری یه دونه گل روی این قایق دارن گل میریزن تو این قایق. قایق پر گل شد. اگه این پرنده ها کدوم ها بودن؟ همون جوجوهایی بودن که این دختر کوچولو براشون نون ریز کرد. آب خورده بودن. باریکلا نخود خوردن، لوبیا خوردن. به زودی بزرگ شده بودن. قایق شد پر گل. بعد این قایق از بقیه قایقای دیگه خوشگلتر شد. بعد اینایی که این ور رودخونه بودن داد میزدن آی قایق، آی قایق، ما میخواییم سوار تو بشیم. آی قایق، ما باید بیاییم تو قایق تو بشینیم، پارو بزن. بعد خلاصه همه رفتن سوار اون قایق شدن، همه آواز خوندن، همه سرود خوندن، همه خوشحال شدن. بعد از اون به بعد بود که دیگه خیلی دیگه بچه آخرش هم تموم. در خدمت آقای عامل بهداد بودیم. خوب و خوش و سلامت باشید. شب شما بخیر. خدا بخیر. دوباره قصه نرم.